امارات اسلامی در واکنش به سخنان رئیس جمهور تاجیکستان میگوید که هیچ پناهگاه هراس افغانی در افغانستان وجود ندارد و اطمینان میدهد که از خاک افغانستان در برابر هیچ کشور کار گرفته نخواهد شد. پیش از این امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان گفته است که نزدیک به 6000 هراس افغان در بخشهای شمال شرق افغانستان فعالیت دارند. رئیس جمهور تاجیکستان همچنان گفته است که از بحر جلوگیری از تهدیدهای امنیتی یک کمربند امنیتی در مرزهایش با افغانستان خواهد ساخت. بیشتر صحبت می داشته باشین در این مورد با مهمان برنامه دکتر سمیع الله پویا، کارمند در ارشد علمی انستیتوت شرق شناسی اکادمی علوم فدراسیون روسیه در تماس هستند، در برنامه وصل هستند. آقای پویا سلام، وقت شما بخیر، به برنامه خوش آمدین. شما هم در جریان هستین و اظهارات رئیس جمهور تاجیکستان را در رابطه با وجود هراس افغانی در افغانستان دیدین و شنیدین، واقعا چطور میبینین به چنین اظهارات؟ سلام به شما خاطر جان و بیننده های محترم شما. در رابطه به سخنان آقای رحمان صحبت های زیاده در این شب روز پخش میشه، مردم و مبصرین حرفای زیاده دارن. تا جایی که ما از جبی های خود دارم، تاجیکستان و حکومت تاجیکستان البته بسیار زینف است تا هرچی بیشتر قوای امنیت دست جمعی و روسیه مخصوصا در سرحدات تاجیکستان با افغانستان یک کمربند تشکیل بتن. البته ما این اظهارات آقای رحمان تایید نمی کنم. ما فکر نمی کنم که امروز او تهدیدهایی که دیروز بود، حتی کمتر از دیروز است، در سرحدات افغانستان با تاجیکستان. دیروز تهدیدهای زیاد در رابطه با انتقال و ترانزیت مواد مخدر از افغانستان به تاجیکستان و تاجیکستان به کشورهای آسیای مرکزی، روسیه و اروپا بود. این بسیار خطر بزرگ و یک تهدید بزرگ بود که برای روسیه و کشورهای منطقه. تا جایی که حال میبینیم این رقم تا اندازه حتی کاهش یافته. اگر طالبا در این رابطه عمل بکنن و این ترانزیت جلوش بگیرن، این بسیار گام مثبت است که میتونه طالبا یک چانس خوب را پیدا کنن در رابطه با همکاری های مشترک. درست آقای پویا، شما گفتین که یک کار درست نیست که در مرزهای افغانستان و تاجیکستان و همونطور روسیه چند پیش کوشش کرده و اظهارات داشت که میخواد سربازانش را در سرحدات با افغانستان جابجا بکنه. واقعا هدف کشور را در صورتی که شما میگین که اوضاع بیشتر از پیش خوب شده، چرا اینا کوشش دارن که مرزهایشان را نظامی بسازن و نظامیان را جابجا بکنن؟ هدفشان از این کار چیست؟ ببینین، هدف بسیار واضح است. من فکر میکنم آقای رحمان میخواه از این استفاده سیاسی بکنه. شما دیدین شورش هایی که در قزاقستان شد یک درس بسیار کلان است برای تمام کشورهای آسیای میانه. اما مناسباتی که در قزاقستان ایجاد شده، یعنی تمرکز سرمایه و قدرت به دست یک قشر معین از خانواده، ای یک چیز معمول است در کشورهای آسیای مرکزی متاسفانه. و طبعا این ناراضی های زیاد را در مردم داره. امام علی رحمان خوب میدانه که آینده اگر به این شکل ادامه پیدا بکنه میتونه که تاثیرگذار باشه در سیاست داخلی خود تاجیکستان. من فکر میکنم تا امام علی رحمان باید بیشتر تمرکز به این نکنه که قوای امنیت دست جمعی و روسیه را در مرزهای افغانستان بیشتر بسازه، بلکه متوجه پرابلم های درونی خود کشور خود باشه. درست آقای پویا، این همی نگرانی را که حالا کشورها میکنن، چند پیش روسیه و حالا تاجیکستان، که تهدید از افغانستان بر هراس افغانی نباشه، حملات بالای از اونا صورت نگیره، این همی واقعا این همی تهدید وجود دار از دیدگاه شما؟ چرا اینا بار بار این همی نگرانی را ابراز میکنن؟ من برای شما گفتم که بله تهدیدها هنوز رفع نشده، تهدیدها وجود داره. تا جای معلوم طالبا از اعلامیه‌هایشان که ما میبینیم
و از کارهای عملیشان که در سرحدات افغانستان با تاجیکستان ما میبینیم تا اندازه زیاد زی علاقه با ای هستند که این سرحدات قائم بکنند. این کار خوب است. هرچی که طالبان در این قسمت بتانند که زیادتر عمل بکنند و خوبتر عمل بکنند و بیشتر تامین امنیت در سرحدات بیارن، با مو اندازه این تشویش ها از طرف روسیه رفع میشه. این تشویش ها ما فکر میکنم که زیادتر ارتباط میگیره با اما باز هم اشاره میکنم به مناسباتی که در داخل کشورها است. شما میبینید که پرابلم ها در تاجیکستان بسیار زیاد است. پرابلم های داخلی کشور. از لحاظ اقتصادی بگیم، از لحاظ سیاسی بگیم، این پرابلم ها که مربوط به منحصر میشه به حاکمیت تاجیکستان. با وجود که تاجیکستان، من نمیگم که آقای امام علی رحمان بسیار موفقیت های زیاده داشته در عرصه اقتصاد و در اما پرابلم ها قسمی که بود باقی مانده و بیشتر شده که اگر بخواییم میتونیم مثلا از این بحث بکنیم. درست آقای پویا، این همی که درست بفرماین آقای پویا، این از دلائل عمده که بله دلائل عمده که گفتم این تشویش ها تاجیکستان ابراز میکنن زیادتر پرابلم های درونی خود تاجیکستان است، نه این که نه اون قدر که پرابلم های مرزی باشن. درست آقای پویا، اینمی که مرزها امنیتی میشن، نظامی میشن، سیم خاردار گرفته میشن، نظامیان جا به جا میشن، واقعا بیانگر چی است؟ آیا فاصله بین دو کشور را ایجاد نمیکنه از دیدگاه شما؟ بر روابط تاثیر گذار نیست؟ فوق العاده تاثیر گذار است، فوق العاده منفی. ما مخالف هر نوع سیم خاردار نه تنها در سرحدات افغانستان با تاجیکستان بلکه با پاکستان و ایران هستم. ای مناسبات فرهنگی و اجتماعی کشورها را کمتر می سازه، مناسبات تجاری را ضعیفتر می سازه و قیودات در عرصه تجارت بیشتر می سازه. ما باید، افغان ها باید کوشش بکنند که هرچی بیشتر برای ادبای خود چانس بتن که بتانند به کشورهای همسایه سفر بکنند آزاد. و این باز هم ارتباط میگیره با مور سیاستی که طالبان در پیش میگیره. طالبان باید بسیار سیاست فعال داشته باشن. من فکر نمی کنم که این درک نکرده باشن طالبان. تلاش های آقای متقی در عرصه سیاست خارجی قناعت کننده است برای من شخصا. کار خوب را انجام میده، ممکن که نتایج خوبتر داشته باشه. پویا، خب افغانستان امارات اسلامی بار بار بر کشورهای منطقه و جهان اطمینان داده، یک بار دیگر مقامات بلند رتبه امارات اسلامی اطمینان دادن که از خاک افغانستان بر ضد هیچ کشور استفاده نمیشه و رد کردن که گروه های هراس افغان در خاک افغانستان وجود دارن و یا ارتباط دارن. چطور میشه که اینمی اطمینان را بر جهان داد که واقعا چنین چیز است؟ چرا جهان بالاخره نمیپذیره؟ امارات اسلامی چگونه بر از اینا ثابت بسازه که از خاک افغانستان بر ضد هیچ کشور استفاده نمیشه؟ امارات اسلامی باید در با جهان یک تعامل خوب داشته باشه، به این معنا که هرگاه چنین اعتراضات وجود داره باید شواهد وجود داشته باشه. نمیتونم که به حرفهایی که اعلامیهایی که کشورها صادر میکنند به جهان باید نباید قناعت بکنه که آه چنین است. ما تا بال بله اعلامیه های زیادی را شنیدیم از طرف کشورها، اما هیچ سند را هیچ کشور ارائه نکرده تا بال که از طرف امارات اسلامی چنین کموکاشی ها باشه، یعنی از داخل قلمرو افغانستان تهدیدهایی باشه برای کشورهای منطقه. این اگر امارات اسلامی باید در تلاش ازی باشه با کشورهای همسایه بگوین که ما در تعامل با شما هستیم، اگر شما اسناد شما در اختیار ما میگذارین مشخص ما روی از او کار میکنیم. درست. در غیر از او نباید با اعلامیه وقت گذاشت و کار خود پیش تشکر آقای پویا، ممنون که در برنامه با ما بودین. سپاسگزار از وقت شما.